منم یاد خداوند بخشاینده و مهربان سلام دارم حضور هر یک شما خوبان، امیدوار هستم همتان جور صحتمند باشین. امروز که روز شنبه، روز نخست هفته است، به خوبی و به خوشی تا این دم سپری کرده باشین و بقیه روزتان هم طبق میلتان پیش بره و خدا را شاکر هستیم از اینکه باز هم یک فرصت دوباره بر ما داد تا بتانیم کارهایی را که انجام ندادیم در طول یک هفته که بخیر پیش رو هست و امروز روز نخست هفته هست به شکل درستش پیش بریم. و خوشبختانه برنامه خودتان برنامه رسم زندگی آغاز شد و مهماندار هستیم روی موضوعی که قرار بیشتر امروز بشنویم از مهمان ما، نقش سرمایه اجتماعی بالای رشد اقتصاد. با جناب مهرنوش اشرف استاد دانشگاه در ارتباط صحبت می داشته باشیم. پس شما هم اگر سوال دارین یا هم نظریات دارین میتونید که با ما شریک بشید. پول ارتباطی میان ما و شما، شماره تماس برنامه 0220-1093. میتونن که تماس بگیرین، زمانی که تماس بگیرین یک موقعیت خوب را اختیار کنید تا که ما صدای شما را در درستی با خود داشته باشیم. شما را بسیار زیاد خوش آمدید میگیم در برنامه، وقتتون بخیر. تشکر، سلامت باشین. با سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت همکارای تخنیکی شما، زنده و سلامت باشین جناب اشرف. ما هم خوشحال هستم که شما رو در برنامه با خود داریم. خب موضوع امروزی ما هم نقش سرمایه اجتماعی بالای رشد اقتصاد. ببین در نخست شما یک مقدمه می داشته باشیم. خب ما اگر یک تعریفی از سرمایه داشته باشیم، ما میگیم که تمام داشته های مادی و معنوی که یک کشور داره که او باید منجر به تولید میشه، منجر به رشد اقتصادی میشه، منجر به پیشرفت میشه، ما به او میگیم سرمایه. ولی سرمایه به گناه های مختلف است که ما دانشمندا به سه کتگوری را تقسیم کردن. یکی سرمایه فیزیکی است، دیگه سرمایه طبیعی است و سومی سرمایه اجتماعی است. سرمایه طبیعی چه قسمی که از نامی از او معلوم است، تمامی مادین، جنگلات، آب، دریا، بر و سیستمی هوایی و ترانزیتی و ترانسپورتی که در یک کشور وجود داره، این شامل سرمایه طبیعی میشه. سرمایه فیزیکی تمامی مسائلی که شما به چشم دیده میتونین و قابل لمس است و دیده میشه، مثل آبیدات تاریخی، مثل پل، یا که سرمایه فیزیکی است. و سرمایه اجتماعی که یک مؤلفه جدیدی در اقتصاد است و یک بحث بسیار مدرن اقتصادی است که در سال 2006 اولین بار یک دانشمندی به نام رومت در این مورد ابراز نظر کرد. ای عبارت از شاخصه های مهم سرمایه اجتماعی اعتماد است، دولت است، حکومت است و ملت و فرهنگ و عقاید و مذهب می باشد. بسیار خوب، مقدمه خیلی خوب از شما داشتم جناب اشرف. حالا میایم روی ای که چقدر میتونیم همی نقش سرمایه اجتماعی، حالا در اجتماع افراد اشخاص مختلف زندگی میکنن و چقدر میتونه که نقش مهم و بسزایی روی اقتصاد داشته باشه؟ بله، در قدیم ها اصلا رشد اقتصادی را منوط و وابسته به سرمایه طبیعی، یعنی داشته های منابع طبیعی، جنگلات، معادن و منرال های یک کشور می دانستند، ذخایر نفتی، گاز، تل و جنگلات یک کشور. و بعد از او سرمایه فیزیکی را خیلی برای رشد اقتصادی مهم می دانستند که او هم آبیدات تاریخی یک کشور است و مسائل ارزشی و تاریخی می باشد. ولی سرمایه بعد از یک تحقیقاتی که در کشورهای رو به انکشاف توسط رومر انجام شد، ثابت شد که در حدود 12% سرمایه فیزیکی و 32% سرمایه طبیعی باعث رشد اقتصادی میگرده و باقی مانده از این را به نام سرمایه اجتماعی اولین بار رومر در اقتصاد مطرح کرد. سرمایه اجتماعی که در حدود 53% بالای رشد اقتصادی اثر میگذاره، او عبارت از اعتماد مردم نسبت به دولت است. نوعیت حکومت و نوعیت فعالیت های حکومت در اقتصاد است و اعتمادی که دیدی که دولت نسبت به مردم داره و دیدگاهی که مردم نسبت به دولت داره، ای از جز مؤلفه های اساسی سرمایه اجتماعی است. به گونه مثال زمانی که دولت دیدش به مردمی باشه که مردم آگاه است، مردم با فرهنگ است و مردم در مقابل ناهنجاری ها و کمکاری های ما مقاومت نشان میتن، در اینجاست که کارهای خود به صورت اساسی پیش میبره و میزان فساد، اختلاس و اینها همش در مجموع کاهش میکنه. اما زمانی که دیدی دولت به مردم برعکس باشه،
که مردم و مردمی پاسخگو نیابه و مردم در مقابل عملکردهای از اونها اعتراض نکنن، اینجا تاثیر منفی بالای رشد اقتصادی میگذاره. زمانی که دولت دید که ملت پاسخگو است، پاسخ میخواه از ما، پرسشگر است، در اونجاست که دولت باید دولت پاسخگو باشه و در مقابل سوالات مردم که در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی مهم است باید پاسخگو باشه. چی سوالات در بخش کمک ها باشه، چی در بخش بودجه باشه، چی در بخش مسائل انکشافی باشه، این قابل مکس است برای دولت. و زمانی که دولت پاسخگو و مسئول بود، اینجاست که باعث رشد اقتصادی تامین میشه. دقیقاً. صحبت های ما با جناب اشرف ادامه می داشته باشه، اما قبل از او وقفه دار. با شما هستم در ادامه برنامه، خوش آمدین. خب بفرمایید جناب اشرف. خب یکی از مؤلف های دیگری اساسی که مربوط به سرمایه اجتماعی میشه، او اعتقادات و فرهنگ و مذهب مردم است. یعنی گاهی وقت میشه که مذهب باعث عقبگرد اقتصادی میشه و گاهی وقت میشه که بعضی مذاهب تحقیقاتی که نشان داده توسط رومر که مذهب باعث رشد مسائل اقتصادی و اجتماعی میشه. بله. مثلا خوشبختانه دین و دین ما و شما ای کمک میکنه برای از اینکه سرمایه اجتماعی ما و شما محکمتر و قویتر شوه و همون شاخصه های از او بهتر رعایت شوه و ای باعث رشد اقتصادی شوه. مثلا در اسلام میگه براتان که شما وقتی که معاملات اقتصادی را انجام میتین، شما باید خیانت نکنین، شما باید صدقات بدین، شما باید کار در کارتان، در سرمایه گذاریتان باید مسائل عدالت رعایت شود. و این خیلی مهم است برای پیشرفت اقتصادی. شما زمانی که یک تاجر مثال بیارین، اگر یک تاجر که او اعتماد داشته باشه، این به این است که او دارای سرمایه اجتماعی است. او اعتمادی از او باعث میشه که نه تنها پولی که خودش سرمایه داره او را سرمایه گذاری کنه، بلی پول دیگه مردم هم میتونه سرمایه گذاری کنه، چون او اعتماد ایجاد کرده. این یک سرمایه بسیار کلانی که باعث رشد اقتصادی میشه، اینمی اعتماد است که یکی از شاخصه های اصلی و اساسی سرمایه اجتماعی میباشه. بسیار خوب. مثلا زمانی که شما یک همسایه دارین و اگر همسایه شما بالای شما اعتماد داشته باشه و شما پول داشته باشین که او را کار نگیرین، اگر همی اعتماد ایجاد شده باشه، وجود داشته باشه، این باعث میشه که شما قرضه بدین و او کار بکنه و کاری از او باعث اشتغال میشه، باعث افزایش درآمد میشه، این به نوبه خود باعث رشد اقتصادی میشه. دقیقاً. جناب اشرف، شما نکته بسیار خوب را اشاره کردین که بهترین و بالاترین سرمایه نزد افراد جامعه همو اعتماد است که میتونیم میان مردم بسازیم. حالا میایم روی این که چقدر دولت زمینه کار و زمینه تجارت را، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان برای تجارین ما، برای مردم افغانستان فراهم ساختن و چقدر اعتماد میان مردم و دولت قرار داره در زمینه؟ متاسفانه اعتمادی که بین مردم و دولت در سالهای قبل وجود داشت، و اعتماد رو به کاهش است و ضعیف شده. شما میبینین که جرایم جنایی که ناشی از جرایم اقتصادی است در کابل هر روز، نه تنها در کابل بلکه در بسیاری ولایات رو به افزایش است و این زمینه را، زمینه اعتماد را بین مردم و بین دولت از بین میبره و این باعث میشه که یک فاصله بین مردم و دولت با وجود بیاید. شما ببینید اگر مردم توانایی از این را داشته باشه که مالیات فرار کنن، از مالیات مالی خود را نمی پردازن. شما کردیت می پردازین، از کردیت شما 10% مالیه میگیره. شما اگر توانایی بند کردن از این را داشته باشین، شما نمیگذارین که کردیت بگیره. به خاطر چی؟ به خاطر است که دولت نتونسته است که یک اعتماد بین مردم و ملت ایجاد بکنه. ما زمانی که اعتماد داشته باشیم، متشبثین، سرمایه‌گذارها، دکاندارها، کسب‌وکارها، اینا تمامشان اگر اطمینان پیدا بکنند که پولی که اینا به عنوان مالیه میده، این میره و به بودجه دولت و بودجه دولت پس اختصاص پیدا میکنه، به بودجه عادی و بودجه انکشافی، و این باعث میشه که دوباره مکتب ساخته شود از پولی مالیاتی، از یا دوباره چای آب ساخته شود، دوباره مسجد و باغ‌های زراعتی دولتی ساخته شود، سرکا ساخته شود، شما یقیناً که مالیه خود را پرداخت میکنید. مثلا نمونه مثالی از این را ما داریم که در کشورهای پیشرفته که همی اعتماد یا سرمایه اجتماعی که ایجاد شده به صورت کامل، مردم خودشان داوطلبانه مالیات خود را پرداخت میکنند. و حتی این شعار یکی از شعارهای
به یکی از شعارهای سیاسی و یکی به یکی از نویدهای سیاسی تبدیل شده که زمانی که رئیس جمهورها کاندید میکنه نویدشان یا خوشخبری از او برای مردم به خاطر گرفتن رأی است که ما زمانی که رئیس جمهور شدیم مالیه شما را کم میکنیم. یعنی به این معنی است که وقتی که دولت اعتماد ایجاد کرد مردم خودش داوطلبانه به طرف مالیه دهی میره و این باعث میشه که بنیان و اساس حکومت از لحاظ اقتصادی و سیاسی محکم و مستحکم شود. ولی متاسفانه شما میبینید که هر روز میزان جرایم جنایی در کابل افزایش پیدا کرده، سرمایه‌گذارها فرار میکنند از اینجا و پولهایی که باید در افغانستان سرمایه‌گذاری شود کلا به بیرون میره و به بیرون سرمایه‌گذاری میشه و این فرار سرمایه نه تنها فرار سرمایه بلکه فرار مغزها، فرار افرادی که دانشمند هستند، کارفهم هستند، اینها هم در اینجا خود مسئول احساس نمیکنند و به کشورهای خارج میره. این باعث میشه که اقتصاد ما و شما نه تن روز به روز به طرف تنزل یا رو به کاهش بره، یعنی فقر روز به روز افزایش میکنه، بیکاری روز به روز افزایش میکنه و اشتغال میزانش کم میشه. این به دلیل از است که دولت نتونسته است که یک برنامه های قوی را در بخش اقتصادی، در بخش سرمایه‌گذاری، در بخش تامین امنیت سرمایه‌گذارا، تامین امنیت متشبثین روی دست بگیره. و متاسفانه که ما کدام برنامه ای را از طرف دولت شاهد نیستیم که او باعث و رشد اقتصادی شده باشه. واقعا جناب اشرف، راه حل به خاطر این مشکل و اینکه چطور بتونیم اعتماد سازی در قدم نخست داشته باشیم در بین اجتماع، افراد اشخاصی که هستند، تجارین ما که هستند در عرصه های مختلف، اونا سرمایه گذاری کردن، تجارت دارن، چطور بتونیم که در قدم نخست هر فرد از خودش آغاز کنه و اعتماد سازی داشته باشیم در بین اجتماع تا که یک کشور از هر نگاهی با ثروت خوب داشته باشیم در قسمت همو سرمایه گذاری ما، در قسمتی که یک فعالیت خوب و قدم نیک داشته باشیم بیشتر بپردازیم. بله، زمانی که دولت توانست امنیت مردم را بگیره، زمانی که سرمایه گذار احساس کرد که خودم، اولادم و سرمایه هم در خطر نیست در سرمایه گذاری، اونجاست که یک موفقیت ایجاد میشه. و زمانی که دولت از بخش های درآمدی خود که او مالیات باشه، زمین های دولتی باشه، قرضه ها باشه، کمک هایی که به دولت صورت میگیره از طرف خارجی ها، کمک هایی که از داخل از طرف متشبثین میشه، هر زمانی که دولت روپای روپای از این را برای مردم پاسخ داد و مردم اعتماد بین مردم اعتماد ایجاد کرد که واقعا پولهایی که ما به عنوان مالیه و به عنوان عناوین مختلف دولت از ما اخذ میکنه هی هدر نمیره. زمانی که مردم اینو احساس کرد، مردم خروج داوطلب میشه که پول مالیاتی خود پرداخت بکنه، چرا که اون مردم هم در کشور زندگی میکنه و آرمانی از او هم است که مردم ما رو به پیشرفت باشه، کشوری ما پیشرفت بکنه، سرکا و جاده های ما جور شوه، پارک های ما جور شوه و یک اعتماد نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون ایجاد شوه. خب واقعا دقیقا جناب اشرف، خب میشه که در اخیر هم به عنوان آخرین پرسش از این که خواست و توقع مردم و همچنان خواست توقع کسایی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن، حداقل سکتورهای خصوصی برای افراد اشخاصی جامعه زمینه کار را ایجاد میکنن، چقدر میتونه که موثر باشه و دولت کارهایی را که انجام میتن در اخیر اگر گفتنی باشه؟ اساسی فلسفه مداخله دولت در اقتصادی است که از شکست بازار باید جلوگیری بکنه، از انحصارات فردی باید جلوگیری بکنه، از قیمت فروشی و بی‌ثباتی اقتصاد باید جلوگیری بکنه. در اینجا دولت زمانی که مسئولیت ایجاد کرد، زمانی که برای متشبثین زمین داد، زمانی که برای از اونها برق آورد، زمانی که زیربناهای اقتصادی را مستحکم کرد، یعنی ساخت و ساز کرد، اینجاست که زمینه سرمایه گذاری هم مساعد میشه. و این سرمایه گذاری باعث میشه که تولید زیاد شوه، زمانی که تولید افزایش کرد میزان اشتغال زیاد میشه، زمانی که اشتغال زیاد شد درآمد مردم هم افزایش میکنه و این یک قدم مثبت است به خاطر رسیدن به رشد اقتصادی. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تشریف آوردید. در اخیر هم اگر گفتنی باقی است کاملا در خدمت. تشکر. فقط پیام ما به عنوان یک شاگرد اقتصادی است که دولت باید از خواب افریقایی بیدار شود، باید هر کس در هر بخش، مثلا در بخش اقتصاد شورای متخصصین ایجاد بکنه، از پنتونا استفاده بکنه، طرح و برنامه بخواه از اینا و اینا را صلاحیت اجرایی بودن که طرح و برنامه خود در عمل تطبیق بکنن و این بهترین راه حل است.
بدون شک. سلامت باشین، زنده و سلامت از اینکه در برنامه تشریف آوردن جناب اشرف. بحث خیلی خوب با شما داشتیم. سلامت باشید. خب دوستای عزیزی بود داشته های برنامه امروز رسم زندگی که تقدیمتان کردیم. ان شاءالله که شما هم در گام نخست قبل از اینکه یک فعالیت داشته باشین، قبل از اینکه در اجتماع ما کار را انجام بدین، خوب است که در قدم نخست اعتماد سازی داشته باشین تا که بتونیم یک بک‌گراند خوب داشته باشیم، یک جایگاه خوب در اجتماع داشته باشیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد، شما رو به خداوند پاک می‌سپارم. لحظات اوقات خوش داشته باشین.